برای به تصویر کشیدن زندگی تازه زوج می رویم که خواستند با فرهنگ ناپسند مبارزه کنند. اینجا جایی است که اونا بیگزاد و جوهرما زندگی تازهشان را رقم زدند. اینان در یک اقدام نادر جشن عروسیشان را با هزینه 1500 افغانی برگزار کردند و حالا زندگیشان را در یک لیلی ادامه می دهند. ما اگر تصمیم خود را به خاطر گرفتیم که همه دیگران از ما بر دیگران گلگو باشیم، دیگران از ما یاد بگیرند. ما اگر تصمیم می گرفتیم که مصارف زیاد داشته باشیم می توانستیم. اگر پیسه اینا نمی داشتیم می توانستیم از دوستای خود قرضه بگیریم یا به هر دلیل به هر شکلی پول عروسی خود پیدا کنیم، یک مفعول خیلی بزرگ بگیریم، ولی ما خود ما نخواستیم. به ما لحاظ ما گفتیم از کم هم اگر شروع بکنیم به نظر خود ما عقلی و منطقی هستن. به این شکل ما شروع کردیم و برای این که برای دیگه دوستان ما خبر ما ای هست که نکنن از هزینه های بیشتر به جا اصلا برای ما بدید خود ما لازم نیست، اینا را ذخیره بکنن برای دومی زندگیشون. به این شکل جوهر ما محصل رشته قابلگی است و همسرش فارغ التحصیل اقتصاد. هر دو به این نتیجه رسیدند که باید به عنانات ناپسند نقطه پایان گذاشته شود. خب منظور اینجا هست که وقتی افکار با هم دیگه تفاهم پیدا میکنه و از خیلی زوایا مثلا دیدگاه با هم یکی باشه، یعنی کسی هست که آدم باید در زندگی خود داشته باشه. به این شکل ما آشنا شدیم. شما را از دوستانشان به مبارک بادگویی زندگی مشترک این زوج آمدند و این کارشان را می ستایند و از خانواده ها می خواهند که جشنهای عروسی را با هزینه کم برگزار کنند. و احساس خیلی خوشحالی داشتم، خیلی خوشحال شدم که دو زوج ما با مصارف خیلی کم، خب هر کسی که بینگرنه و کلبا و تصویرها را مفهمه که اینا هم دیگر را دوست دارن و میخواین با هم دیگر یک زندگی عالی داشته باشن. با گفته عالمان دینی، مراسم های عروسی هرچه با هزینه کمتر برگزار شود به همان میزان خوشبختی آینده را تضمین میکند، زیرا بسیاری ها برای این که بتوانند مراسم عروسیشان را برگزار کنند ناگزیر می شوند به کشورهای دیگر بروند تا پول عروسی را پیدا کنند.